اوکی، ما لایف هستیم. سلام به فارسی زبانان محترم از همه جای دنیا، حالا خواه تو آمریکا باشه یا اروپا باشه یا هر جای دیگه. امیدوارم که چند لحظه که ما وقتشون رو میگیریم وقت داشته باشن به عرایض ما گوش بدن. تو این بحث لایف من از آقا کیومرس که در سوئد اقامت دارن خواهش کردم که تو بحث ما باشن و در واقع به یه سری سوالات بتونیم در خدمت شما پاسخ بدیم. برای اولین صحبت من از آقا کیومرس میخوام خودشون معرفی کنن، تخصصشون، تحصیلاتشون و سایر چیزهایی که میتونم بگم. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان و عزیزانی که این لایو ما رو میبینن یا بعداً بازپخشش در واقع میبینن. من کیومرس هستم، در حال حاضر در کشور سوئد هستم. حدود 4 سالی است که مهاجرت کردم، در اینجا زندگی میکنم و تحصیلاتم در حوزه مهندسی منابع طبیعی بوده و در این حال من تو حوزه بازرگانی هم تحصیل کردم و سالیان سال کار کردم. همین. من از شما خواهش میکنم شما هم خودتون رو مختصر معرفی کنید و اشاره کنید که سوابق و تجربه در چه زمینه‌ای هست بیشتر. در خدمتتون هستیم. من حسین هستم، حالا به قول معروف مهداد، فارغ التحصیل رشته مهندسی شیمی هستم، حالا با بیش از 30 سال، 35 سال سابقه کار تو حوزه های نفت و گاز و حوزه تجارت بیزینس، و خوشحالم که امشب در خدمت آقا کیومرس هستیم و میتونیم راجع به بیزینسی صحبت بکنیم که خود ما داریم یه مدتی اینو انجام میدیم، هر دو همکار هستیم در واقع. و حالا اگه دوستان سوالی هم داشتن میتونن به صورت لایو از ما بپرسن، ما حالا سعی میکنیم پاسخ بدیم. من برای سوال اول از آقا کیومرس میپرسم که شما اصلا چطور شد به این بیزینس پیوستید؟ چه خصوصیاتی داشت؟ چجوری دوست داشتین اینو؟ خواهش میکنم. من قبل از هر چیزی باید از شما تشکر کنم که لطف کردین، دعوت کردین ما را و این لایو را برنامه‌ریزی کردین. خیلی تشکر میکنم. ما 2-3 تا به اصطلاح فصل مشترک داریم. یکی این که هر دوتامون در واقع سابقه کار بازرگانی داریم. منم حدود مثلا 15 سال تو حوزه بازرگانی کار کردم. شما هم میدونم تو حوزه بازرگانی کار کردیم و خیلی موفق بودین. فصل مشترک دیگر ما همین بیزینس آنلاین هست که مدتی هست. البته شما پیشکسوتین و سابقتون بیشتره در این زمینه. من خب خیلی وقت نیست وارد این بیزینس شدم. در صورت این جای خوشحالی داره که این نقاط مشترک باعث شده که ما به هم نزدیکتر شدیم و در حال حاضر همکار هستیم. این که سوالی که فرمودین چجوری شد من وارد این بیزینس شدم، من حقیقتش خب بازنشسته هستم. بعد از بازنشستگی من مهاجرت کردم به سوئد و خب با حقوق بازنشستگی که به صورت ریال بود تو سوئد زندگی میکردم و خب با توجه به اتفاقاتی که افتاد، تغییر نرخ برابری و برحال کاهش ارزش پول ایران، متاسفانه خب روز به روز شرایط مشکل تر می شد. من یه بیزینس آفلاین کوچیک اینجا را اندازی کردم و با شروع کرونا دیدم که این بیزینس هم خوب کار نمی کنه و دنبال این بودم که این بیزینس رو به صورت آنلاین در بیارم. در این مسیر من برخورد کردم به تبلیغات این بیزینس مدل آنلاینی که الان در واقع با هم داریم روش کار می کنیم و دیدم خیلی موارد جالب و به اصطلاح ویژگی‌های خیلی خوبی داره و کنجکاو شدم، رفتم بررسی کردم. حقیقتش بار اول اصلا نتونستم اعتماد کنم، اصلا حتی از چند نفرم پرسیدم و یک مشورتی هم کردم، اکثرا میگفتن با اون ذهنیت منفی بدون اینکه ورود بکنن و اطلاعات داشته باشن بر اساس ذهنیت خودشون فوری قضاوت کردن و گفتن آقا این اسکم، این هرمیه. و منم خب من حسر مجموع چون که مشورت گرفته بودم پذیرفتم و سراغش نرفتم.
ولی بعد از باز 1.5 نزدیک 2 سال بعد دوباره به این بیزینس برخورد کردم و این دفعه دیگه گفتم باید خودم برم تتوشو در بیارم دیگه، بدون اینکه با کسی مشورت بکنم. خب برای بررسی این بیزینس یه دوره آزمایشی 30 روزه داره، من گفتم خب باید برم واردش بشم ببینم چی هست. خب این حرفایی که میزنه، این ویژگی‌هایی که داره واقعا خیلی به قول معروف جالب و ویژه هست، یعنی کمتر بیزینس آنلاینی این مجموعه این ویژگی‌ها رو داره. من واردش شدم و بررسی کردم، دیدم که واقعیت داره و شناخت کافی پیدا کردم و همیشه من دنبال همچین فرصت‌هایی بودم، چون خودم کار بازرگانی عرفی انجام دادم و مسائل مشکلاتش رو میدونستم. در این حال یک کسب و کار آفلاین کوچیکم راه اندازی کرده بودم و دردسرها و گرفتاریشو کشیده بودم. دیدم که این بیزینس آنلاین خیلی مورد مناسبی هست که میتونم از این فرصت استفاده کنم و این بود که تصمیم گرفتم وارد این بیزینس شدم و چند ماهی است الان دارم کار میکنم. بسیار خوب، امان از دست مشورتایی که بعضی بدون تجربه شما رو به مدت 2 سال احتمالاً عقب انداختن از این. واقعا من الان حس میکنم که 2 سال عقب افتادم و متاسفانه این خیلی افراد، این یک عادت عمومی هست که وقتی یک چیزی را میشنون یا سوالی را در واقع ازشون میپرسی، بدون اینکه وارد بشن، بدون اینکه اطلاع داشته باشن، خیلی سریع قضاوت میکنن، حکم صادر میکنن و حکم را اجرا میکنن. حالا من میخوام از شما بپرسم که چجوری شد شما وارد این بیزینس شدین؟ بله، داستان البته خیلی بلندی نداره مثل شما. من از حدود شاید 10 سال پیش به بیزینس های آنلاین علاقه پیدا کردم، در حال تحقیق بودم. به هر حال کیس مهاجرت پیش اومد این وسط، از سال اول، چون من حدود 6 ساله مهاجرت کردم، از سال اول دنبال این بیزینس ها بودم، ولی متاسفانه برخورد کردم با بیزینس های کریپتوکارنسی و بیزینس های فارکس و اینجور چیزا و وقتم تو اون زمینه ها یه خورده تلف شد، هرچند من وارد اون بیزینس ها نشدم که باید. دوستانی که ضرر کردن من شامل اونا نبودم، ولی به هر حال منم مثل شما آگهی های تبلیغاتی این بیزینس رو تو اینترنت، تو پلتفرم‌های اینترنتی دیدم، حالا 1-2 بار دیدم، دفعه 4-5 دیگه گفتم ببینم چیه. با 1-2 بار دیدن صحبت هایی که میشد، ویژگی هایی که داشت برام جالب بود، چون به هر حال ما بیزینس آفلاین انجام دادیم، بیزینس آنلاین هم حس کردم اینطور نیست. وارد دوره آزمایشی شدیم که البته به دوستانم توصیه میکنم بشن، هیچ مشکلی نداره. بله. و تو اون 30 روز با کوچ فارسی زبون در واقع آشنا شدم، خودشون تماس گرفتن و ویدیوهای بسیار خوبی در واقع فرستادن، کاملا گویا، کاملا اعداد و ارقام مشخص، و من اصلا فرمول این بیزینس رو آگاه شدم بهش. و بعد دیدم یه دوره آموزشی داره که به هر حال ما باید خود بیزینس رو شروع کنیم. به هر حال با مشورت با کوچ سرمایه گذاری مشخص شد، پس از سرمایه گذاری هم در واقع مشغول این کار شدیم. الانم هم من هم همسرم هر دو همزمان رو این بیزینس کار میکنیم و من یواش یواش دارم از کار اصلی خودم، کاری که در واقع همون کارهای 8 ساعت در روز و 9 ساعت در روز هست، آروم آروم دیگه دارم قانع میشم که باید بیام بیرون و این بیزینس رو به طور فول تایم انجام بدم، چون متوجه منافعش شدم. به هر صورت امیدوارم که هم شما هم ما هم سایر دوستان تو انجام بیزینس موفق باشیم. ما آدمای خیلی خیلی موفقی تو این بیزینس دیدیم. ارقام و اعداد برای بعضیا نجومیه از درآمدا. حالا ما بحث نجومی، حالا شما صحبت از درآمد کردی، من میخوام یه سوالی بپرسم. اوکی. البته این سوالیه که خیلی ها از ما میپرسن، یعنی سوالات به اصطلاح زیادی میپرسن. یکی از سوالاتی که اغلب افراد میپرسن، میگن این بیزینس درآمدش چجوریه، از کجا درآمد تامین میشه، میزان درآمدش چقدره. حالا شما لطف کنین یک توضیح بدین ببینین که بسیار درآمدی چجوری هست این بیزینس. اوکی، ببینید این بیزینس کاملا بسته به فعالیت اون فردیه که این بیزینس رو شروع کرده. اگر اون فرد خیلی در آموزش ها فعال باشه،
سریع فرا بگیره و شروع بکنه تو پلتفرم، چون کار ما انجام تبلیغات تو پلتفرم‌های اجتماعی هست، شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، یوتیوب و غیره. اگر باید. کسی بتونه سریعاً وارد فاز تبلیغات و بازاریابی بشه، سریع‌تر به درآمد میرسه. من پیش بینی میکنم، چون آدم‌های مختلف فرق میکنه، بعضیا هستن تو یک ماه دو ماه به درآمد میرسن و رو به بالا، بعضی هم خود من مثلا بعد از 6 ماه 7 ماه شروع شد این کار. بله. بعضی هم یک سال طول میکشه، بستگی به افراد مختلف متفاوته دیگه. بله، اصلا مناطق مختلف دنیا ما تبلیغات انجام میدیم و فصول مختلف هم باز فرق میکنه، تابستون، زمستون، بهار. به هر حال من فکر میکنم قبل از پایان سال همه به درآمد میرسن و بعد برای کسب درآمد بیشتر دیگه فعالیت میکنن و یه خبر خوشه برای همه. حالا آقای کیومرث، من از شما یه چیزی رو بپرسم که شاید بگم اگه 100 نفر پرسیدن اقراق نکردم. بله. همونی که شما فرمودید، مشورت کردید با دیگران، گفتن این هرمیه، نمیدونم چیه، خلاصه از این اسامی که میذارن. ما اینجا تو اروپا نمیشنویم کسی حرف از هرمی بزنه. این هرم هم به قول معروف ما اومدیم یاد اینا دادیم، ولی چی هست این بیزینس ما؟ آیا واقعا اون جوری هست که غیر قانونی محسوب بشه؟ والا دلایل خیلی زیادی وجود داره که نشان دهنده قانونی بودن این بیزینس هست، از جمله اینکه اولا این بیزینس بابت درآمدی که افراد دارن مالیات پرداخت میشه. مالیات رو اصولا دولت ها میگیرن. دولت ها هم برای کار خلاف قانون هیچ وقت مالیات نمیگیرن، نه تنها اینکه مالیات نمیگیرن بلکه مانعش میشن و جلوشو میگیرن. درسته. بعد مسئله دوم اینه که خب افرادی که تو این بیزینس هستن، مخصوصا حالا ما اگر ایرانی ها رو در نظر بگیریم، اغلب افرادی هستن که مهاجرت کردن، تو کشورهای مختلف دارن زندگی میکنن و پروسه سخت و طاقت فرسای گرفتن اقامت و هزینه هاشو در واقع متحمل شدن. اگر بخوان کار خلاف قانون بکنن، تمام این رشته هاشون پنبه میشه و دچار مشکل جدی میشن. کاملا. و اصولا اغلب افراد تحصیل کرده و افرادی هستن که هیچ وقت شخصیت و شأنشون اصلا اجازه نمیده که اصلا دنبال کار خلاف قانون برن، هرچند که درآمد داشته باشه. در نتیجه خب این هم یک دلیل دیگری هست که ثابت میکنه این بیزینس قانونی هست. مطلب دیگر این که خود حالا غیر ایرانی ها، مثلا توی آلمان افراد آلمانی هستن که دارن انجام میدن، خب اگر این بیزینس قانونی نباشه، خب اینا که هیچ وقت کار غیر قانونی انجام نمیدن. درسته، کاملا. از طرفی این بیزینس چون که یه بیزینس آنلاینه و بیزینس های آنلاین عمدتا در پلتفرم های شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک و یوتیوب، گوگل، لینکدین و غیره، شرکت هایی که شرکت های خیلی بزرگی هستن، شرکت های معتبری هستن، شرکت هایی هستن که خیلی حساسن به مسائل قانونی بودن و به هر حال حق و حقوق افراد را رعایت کردن. از جمله اینکه مثلا شما فرض کن تو فیسبوک اگر یه پستی بذاری که مثلا مشکل کپی رایت داشته باشه، بلافاصله برخورد میکنه. همچین پلتفرمی هیچ وقت نمیاد اجازه بده که مثلا این بیزنس آنلاین الان حدود 7 سالی داره کار میکنه که مثلا افراد بیان 170 هزار نفر بیان تو این پلتفرم تبلیغات بیزنس غیر قانونی رو بکنن. خب این که اصلا امکانش نیست. وقتی با یک مثلا ویدیو یا یک موزیک یا یک مطلب یا یک پستی که مشکل کپی رایت داشته باشه، بلافاصله برخورد میکنن. در نتیجه اینم یک دلایل بسیار زیادی دیگری هم هست. در واقع اصلا امکان نداره یک بیزینس غیر قانونی 7 سال دوام داشته باشه. کاملا. پس بنابراین این به اصطلاح حرف و حدیث هایی که میگن در رابطه با این بیزینس، حالا اسکم هست، نمیدونم هرمی هست، یا مثلا ایراد داره، قانونی نیست، حالا اینا همه حرفایی هست که بی پای و اساسه و اصلا از افرادی زده میشه که در واقع هیچ گونه اطلاعی ندارن، هیچ وقت وارد مراحلی نشدن که بتونن از نزدیک خودشون بررسی کنن، ببینن که اصلا این بیزینس مبناش چیه، چجوری کسب درآمد میشه، چه کارهایی انجام میشه، اینا رو مطلع نیستن.
بر اساس حدس و گمان خب یک حرفایی میزنن. البته خب کار خلاف هم همیشه هر جای دنیا وجود داره، آدم باید شک کنه و بعد از شک بره بررسی کنه و اون موقع اگر به یقین نرسید اون موقع میتونه قضاوت کنه، ولی معمولا اینجا راه بازه برای اینکه آدم از شک و تردید در بیاد. یک دوره آزمایشی 30 روزه در نظر گرفتن، اونجا تمام اطلاعات و مصداق‌های درآمدی و آدم‌هایی که تو این بیزینس هستن دارن کار میکنن به اینه میتونن از نزدیک ببینن و باشون در تماس باشن، صحبت کنن، اطلاعات بگیرن و مسئله رو بررسی کنن و توتوش رو در بیارن، ریشه‌یابی کنن، ببینن که چی هست. خیلی کار ساده ای هست، هیچ هزینه ای هم نداره. درسته. من یه نکته ای رو اضافه کنم از جهت قانونی بودن. اصلا این بیزینس وقتی شروع میشه که اون شرکت هایی که در واقع این اجناس یا به هر حال این بیزینس از طریق اونا انجام میشه و کامیشن ها از طریق اونا داده میشه، قرارداد رسمی امضا میکنن با اون فردی که انجام میده. از جنبه حقوقی خب کسی که میاد وارد این بیزینس میشه یک سری اسناد حقوقی داره که یه قرارداد رسمی با یک شرکت معتبری با 50 سال سابقه که اونم یه شرکت جهانی معتبر هست و داره کار میکنه سالیان سال به صورت آفلاین کار کرده، بخش آنلاینش هم الان 7 سال شروع شده، باش قرارداد حقوقی سند رسمی داره که یک کد در واقع آیدی بیزینسی بهش تعلق میگیره کسی که وارد این بیزینس میشه و با اون آیدی میتونه هر جای دنیا بیزینس انجام بده. درسته. به هر صورت حالا ما به عنوان آدمای خیلی با تجربه یا خیلی سالهای زیادی رو تو این طرف و اون طرف بودیم، حتی با چیزهای غیرقانونی هم برخورد کردیم، تشخیص دادیم قانونیه. حالا اگه دوستان ما رو قبول بکنن جوان‌ترا لطف کردم ما. من یه نکته دیگه رو بپرسم. ببینین راجب سرمایه گذاری و اعداد ارقام دوستان هی سوال میکنن. هرچند ما بهشون میگیم وارد دوره آزمایشی بشین و اونجا اعداد ارقام رو قشنگ به شما میگن و شما متوجه میشین، ولی قبل از دوره آزمایشی شما راجع به این مطلب میتونید چند تا جمله بگید که یه خورده خیالشون راحت کنید؟ بله خب ببینید، این همون جوری که از اسمش پیداست یک بیزینسه. هیچ بیزینسی بدون سرمایه گذاری انجام نمیشه. این شغل نیست که مثلا ماهیانه کسی بیاد حقوق بگیره. این یک بیزینسه، باید افراد علاقه و انگیزه داشته باشن، دنبال بیزینس باشن، خواستشون این باشه که درآمدشون محدود به یک حقوق فیکس در واقع همون آب باریکی ماهیانه نباشه، خب باید بیان دنبال این بیزینس. خب این بیزینس هم نیاز به سرمایه گذاری داره. سرمایه گذاری هم به هر حال اینقدر عددهای بزرگی نیست که به اصطلاح افراد از عهده‌اش بر نیان. معمولاً با توجه به الان خب تعداد زیادی از افرادی که از جاهای مختلف دنیا الان توی بیزنس دارن کار میکنن، از همه اقشار هستن، از دانشجو هست تا مثلا آدمای خیلی در واقع با درآمد کم هستن تا افراد بازنشسته مثل من هستن که درآمد خیلی زیادی ندارن و همه جور آدم هستن. هر کسی به تناسب خودش و با توجه به سطح توقع درآمدی که دارن میتونن میزان سرمایه گذاری رو خودشون مشخص کنن. هیچ الزامی نیست که حتما یه عدد فیکسی رو همه سرمایه گذاری کنن. یک رنجی هست که از مینیموم 2500 حدود 3000 دلار شروع میشه تا ماکسیموم حدود 12000 دلار سرمایه گذاری هست. البته این سرمایه گذاری هم به نوعی به خودشون برمیگرده، یعنی در واقع هیچ وقت از دستشون خارج نمیشه به اون صورت که بگن این پولی رو پرداخت شده و رفته که دیگه بر نگشته. یک نوع به اصطلاح یک مدل خیلی خاصی است و وقتی افراد وارد دوره آزمایشی بشن تمام جزئیات و سیستم این سرمایه گذاری و نحوه پرداخت و نحوه درآمددهی و میزان درآمدی که از این سرمایه گذاری در واقع انتظار دارن کاملا مشخص میشه و اونجا هست که خودشون میفهمن که چه مقداری باید سرمایه گذاری کنن و میتونن تصمیم مقتضی شرایط خودشون رو بگیرن. اوکی. من یه نکته به این سرمایه گذاری اضافه کنم. ببینین به هر حال هم شما هم ما بیزینس انجام دادیم، بیزینس مرتب احتیاج به سرمایه داره، به سرمایه گذاری داره. شاید در طول سال ده ها بار باید سرمایه گذاری تجدید بشه، اضافه بشه
تا بیزینس بتونه بچرخه. این بیزینس خاص فقط یک بار سرمایه گذاری داره، اونم همون اولشه، اون هم تازه به قول شما به یه صورتی بر میگرده به اون شخصی که شروع میکنه. فقط مجاز میشه، یه بیزینس آیدی در واقع میگیره که بتونه روی شبکه‌های اجتماعی فعالیت کنه و کسب درآمد کنه. و این میزان سرمایه گذاری شما فرمودید اصلا شاید تو نسبت به بیزینس های دیگه اصلا خنده‌دار باشه. یعنی واقعا اصلا اسمش سرمایه گذاری نیست، در واقع به شکلی یک خرید امتیاز حساب میشه، یک جوری در واقع به اصطلاح سرمایه گذاری برای کار بازرگانی و بیزینس اصلا این عدد و رقم نیست. شما الان یک بیزینس خیلی ساده کوچیک بخواید مثلا راه اندازی کنی، فرض کن مثلا میخوای یک کافی شاپ درست کنی یا مثلا یک رستوران بزنی یا هر کاری، بالاخره حداقل 200-300 هزار دلار بسیار جای مختلف باید سرمایه گذاری کنی. این دیگه کار خیلی ساده و کوچیک است. حالا کارهای بزرگتر اصلا کاری نداریم، ولی در این بیزینس این ماکسیمومش حدود 12,000 دلاره. اونم در واقع پرداختی نیست که بره دیگه بر نگرده، یک حالت خیلی خاصی است که بهتر افراد وارد دوره آزمایشی بشن، اونجا همه چیز به جزئیات تشریح میشه براشون و خودشون متوجه میشن که چه تصمیمی باید بگیرن. بسیار به حال من باز دوباره تاکید میکنم که دوستان از سرمایه گذاری نه هراسند، سرمایه گذاری رو میتونن با کمک کوچی که فارسی زبان هست مشورت کنند، اون چیزی که براشون بهتره کوچ بهشون پیشنهاد میکنه و بر همون اساس سرمایه گذاری میکنن. مطلب آخر رو برای اینکه بحث طولانی نشه، من حالا این از شما میپرسم، شاید اگه توضیح لازم داشته باشه خودم هم میدم. اصلا یه کسی بخواد الان همه این چیزها رو شنید، میگه که خوبه من میخوام شروع کنم، چیکار باید بکنه؟ ببین این بیزینس باز از ویژگی ها و مزیت های این بیزینس اینه که همه چیزش سیستم داره، همه چیزش برنامه‌ریزی شده هست و خیلی ساده سازی هم شده در این حال. برای اینکه افراد واقعا بتونن به اطلاعات لازم دسترسی پیدا کنن و به جزئیات این بیزینس آگاه بشن، یک دوره آزمایشی 30 روزه در نظر گرفتن. مرحله اول اینه که افراد حالا وارد وبسایت جناب عالی یا من مثلا میشن، خودشون رجیستر میکنن، یک اسم و یک ایمیل وارد وبسایت میکنن و براشون یک ویدیو 1.5 ساعته میره، این بیزینس مدل رو تشریح میکنه که چی هست. مرحله بعدی و بهترین قدم اینه که وارد دوره آزمایشی بشن. در دوره آزمایشی به محض اینکه وارد دوره آزمایشی شدن، یک منتور و یک کوچ اختصاصی دارن که پا پایشون هستن، وقت میذارن، سوالاتشون رو جواب میدن، راهنمایی میکنن و اطلاعات لازم را در قالب ویدیو و اطلاعات دیگر در اختیارشون قرار میدن و 30 روز وقت دارن که بررسی کنن. البته برای ورود به دوره آزمایشی باید مبلغ 149 دلار به صورت موقت سپرده کنن، پرداخت کنن به اون سیستم در واقع ارگانیزیشنی که این بیزینس را داره مدیریت میکنه، به حساب اون واریز میشه قانونن و براش هم اینوایس صادر میشه برای افراد و افراد 30 روز فرصت دارن که این بیزینس رو بررسی کنن. اگر تصمیم گرفتن وارد بیزینس بشن و بمونن، خب این 140 دلار باقی میمونه برای خدماتی که بهشون داده میشه در نظر گرفته شده. ولی اگر هر زمان در طول این 30 روز به این نتیجه رسیدن که این بیزینس در واقع مناسبشون نیست یا آمادگی ندارن یا هر دلیلی نمیخوان ادامه بدن، این پول با گارانتی 100% برگشته بهشون برگردونده میشه. ظرف حالا بستگی به کدوم کشور باشه چجوری باشه، مثلا ظرف 3-4 روز کاری حداکثر برمیگرده به حسابشون. این بهترین مسیری است که افراد میتونن در واقع وارد بشن و ببینن که این بیزینس چی، اطلاعات لازم رو آگاهانه تصمیم بگیرن و اگر مناسب حالشون بود خب میتونن شروع کنن. درسته. من یه در واقع میخوام حالا اسمش باشه، حالا تو آلمانی میگن انگبوت، یه پیشنهاد خاص میخوام به دوستانی که میخوان وارد بشن بکنم. ببینین برای ورود به دوره آزمایشی باید 149 دلار بپردازن به قول شما به صورت سپرده و بعدن اگر وارد سیستم بخوان سرمایه گذاری کنن، اون 149 دلار به عنوان هزینه های آموزش دیگه بهشون بر نمیگرده. من برای ماه آینده، حالا ما امروز 31
آگست هستیم. برای ماه سپتامبر تا 15 سپتامبر دوستانی که وارد بشن به دوره آزمایشی و تصمیم بگیرن سرمایه گذاری کنن، من خودم شخصا این 149 دلار رو بهشون برمیگردونم، اونم از به قول من به عنوان تشویقی. بله. که توی این ماه من بتونم چندین نفر از دوستان رو در واقع بیارم داخل این بیزینس و در واقع خوشبختشون کنم. حالا میگن بهشت بردن به زور نمیشه، ما هم به زور نمیگیم، ولی بهشون یه تشویقی میدیم که آره بتونن. پیشنهاد خوبیه، اتفاقا خیلی پیشنهاد خوبیه، منم همچین کاری رو میکنم، هیچ مشکلی نیست. به هر حال جرأت پیدا کنن و بیان واقعا وارد دوره آزمایشی بشن. البته علاوه بر این مطالبی که گفتیم، یک امکان دیگری هم هست که افراد وقتی رجیستر شدن همزمان میتونن وارد گروه فیسبوکی هم بشن، اونجا هم میتونن در واقع اطلاعات بگیرن که به اصطلاح به زبان فارسی هم اطلاعات در اختیارشون هست و به راحتی میتونن اونجا هم حضور داشته باشن. کاملا. به هر صورت همه اینایی که ما تو این جلسه گفتیم بخشی از خدماتی است که داده میشه به دوستانی که میان. بیشتر از این هست، کوچ و منتورا همه دلسوز و همه با تجربه هستن، راهنمایی میکنن. کسانی که تجربه دارن، کامپیوتر میدونن، که خب خیلی سرعت پیشرفتشون زیاد خواهد بود، ولی حتی کسانی که ندونن، اصلا شبکه‌های اجتماعی رو نشناسن، کار نکرده باشن، هم میتونن وارد این سیستم بشن و آموزش‌ها رو با کمک کوچ‌های دلسوز، کوچ و منتور در واقع فرا بگیرن و اونام بتونن به این بیزینس شروع کنن. ما داریم، هم شنیدیم هم دیدیم، افراد 80 ساله 85 ساله بازنشسته ناناور خانواده شدن به خاطر همین بیزینس. و این ویدیوهای اینو دوستان بعداً خواهند دید و در واقع خواهند دید که چجوری زندگی آدما رو عوض کرده و عوض خواهد کرد. ضمناً من به عنوان جمله آخر حالا از شما میخوام جمله آخرتون رو بگین، میگم که پتانسیل درآمدی این بیزینس خیلی بالاتر از این حرف هاست. یعنی من کسانی رو در واقع میشناسم که بالای 100,000 دلار در ماه درآمدشونه. حالا همه این نمیشن، ولی ارقام فوق‌العاده زیاده. برای سود 100,000 دلار ما باید چندین میلیون دلار سرمایه گذاری کنیم. ولی میبینیم که با 4-5,000 دلار ما میتونیم پتانسیل اینو داشته باشیم. به هر صورت شما مگر حرفی دارین برای پایان این جلسه بفرمایید و من یه بحثی دارم، چون میخوام این بحثای با شما رو تو هفته های مختلف ادامه بدیم به صورت سریالی. پیشنهاد خیلی خوبیه، چون که مطالب واقعا خیلی زیاده و در مثلا یه جلسه دو جلسه لایو اصلا نمیشه مثلا این ویژگی های این بیزینس و مسائل مختلفی که اولوش این بیزینس مطرح هست در واقع توی یک دو سه جلسه نمیشه همه را عنوان کرد و توضیح داد. بهتره که سر جلسات متعدد باشه و ما بتونیم هرچه بیشتر اطلاعات در اختیار افراد قرار بدیم. در رابطه با بحث پتانسیل درآمدزایی، واقعا این باز یکی از مزیت های این بیزینس است که پتانسیل درآمدزایی فوق العاده بالایی داره. این مطلبی که شما اشاره کردید، مثلا درآمد ماهیانه 100,000 دلار، البته افرادی هستن که مثلا 3 سال مثلا 2 سال 3 سال 4 سال دارن کار میکنن، منتها این درآمد ماهیانه هست. ولی همین افرادی که همچین درآمدی دارن به مراحلی میرسن که یک درآمد فیکس در واقع مادام العمری بهشون تعلق میگیره و این باز خیلی در واقع سورپرایز میکنه افراد را، که مثلا هستن افرادی که مثلا بعد از 3 سال به درآمد در مرحله اول به درآمد فیکس ماهیانه 5,000 دلار میرسن که تا آخر عمرشون این درآمد پرداخت میشه. البته این معروف شده به درآمد بازنشستگی، در صورتی که اون افراد بازنشست نمیشن، همینجور دارن بیزینسشون ادامه میدن و حتی باز در مراحل بعدی ممکنه این 5,000 دلار وقتی اینا فعالیتشون بیشتر میشه بشه 10,000 دلار تا 15,000 دلار و بیشتر. یعنی این بیزینس واقعا خیلی مستثناست از بیزینس آنلاین های دیگر و خب این افراد معمولا براشون غیر قابل باوره، ولی واقعیت داره و وقتی بیان وارد دوره آزمایش میشن این افراد رو میبینن، میتونن باشون در واقع حتی در ارتباط باشن و ببینن که چجوری این درآمد ایجاد میشه و چه کار میکنن که این درآمد که درآمد خیلی نرمالی حساب میشه بعد از 3-4 سال افراد بهش میرسن.
حالا من میخواستم این بحثا رو تو جلسات بعدی بیشتر باز کنیم، شاید از میهمانانی هم دعوت کردیم، از همکارامون یا از غیر همکارامون دعوت کردیم که به ما بپیوندن و از نقطه نظرهای دیگه ای توضیح بدن. من خدمت حالا بینندگان عرض کنم که ما قرار بر این شده که هر پنجشنبه ساعت 8:30 شب به وقت اروپا جلسه لایو داشته باشیم. آقا کیومرث هستن، دوستان دیگر هم دعوت خواهیم کرد، آگهی ها شد در پیجای فیسبوکمون به اطلاع دوستان میرسونیم. خواهشن اون کسانی که علاقه دارن یا نیاز به درآمد دارن، مشکلاتی دارن، شما هدایتشون کنیم بتونن این برنامه ها رو ببینن، شاید ما بتونیم یه مشکل کوچیکی رو از مشکلاتشون رو حل کنیم. بله. بسیار خوب، من از شما تشکر میکنم، خیلی ممنون، مطالب خوبی بود که عنوان کردین و انشالله در جلسات بعدی هم بیشتر بتونیم اطلاع رسانی کنیم. هدف اینه که ما اطلاع رسانی کنیم، مردم مطلع بشن، دوستانی که افرادی که واقعا علاقمند هستن بیزنس آنلاین بشناسن، بررسی بکنن، حالا تصمیم با خودشون هست دیگه. درسته. من یه جمله بگم تموم کنم دیگه، خداحافظی کنم. جوانان ما رو نگاه نکنین که ما بازنشسته ها هستیم تو این کار. این کار جوانان خیلی قوی تر و بهتر و محکم تر کار میکنن. میتونن جوانان، دانشجویان و حالا به حساب کسانی که به این کار سوشال میدیا علاقه دارن ببیوندن به سیستم و من اکیداً توصیه میکنم بهشون. بله. دوستانی که نگاه کردن ما رو و خسته شدن ازشون عذرخواهی میکنیم. تا جلسه بعدی همه رو به خدای بزرگ میسپاریم. به امید دیدار. ممنون، به امید دیدار، خداحافظ شما.